اوکی، به سفرات تو و براخات تو ادامه بدیم. پیرکی عباد پیرک خمیشی به اصلا معمارات نیبرا اولا اومد تعمول اومد ولو به امارات خیلی خود لیبارات الا لیپارا مینا رشاییم شمی ابن تا اولام شنیبرا به اصلا معمارات بتون ساخات را سرده کنید شمی قیمیم ات ها اولام شنیبرا به اصلا معمارات. میگه با ده تا امره، بله امر صحبت میکنه با بله چون که امر چه گفت، چون که گفتین که در ده چی صحبت میکنه تو تورا موقع که برشید صحبت میکنه پاشه اول تورا اونجا صحبت میکنه و یومر هاشم یهی اورمش و یومر. پس ما اینجا گفتم که بخاطر همین دسته معمار استفاده میکنه، یعنی با ده تا امر دنیا آفریده. بعد ما اثر ادیبروت داریم، اثر ادیبروت چه میکنه؟ ده فرمان. میگه ده فرمان ولی ادیبروت فرمان نمیشه، میگه اثر ادمیسوس. حالا خب اینه به درگه دوتا امر بوده که هشم دنیا رو آفریده. با چی آفریده دنیا هشم؟ با امر، با صحبت کردن. هشم گفته عمر و اوسه، برای خب عمر و اوسه هشم میگه به اجرا در میاد. اشته اصابی سه عمر و اوسه هشم که گفته به اجرا در میاد. اومد تعمل و اومد میگه چرا، میگه چرا هشم چرا من چنین کاری کرده؟ فقط میتونه با یک امر دنیا بفنه، هشم فقط به یک دنیا به وجود بیاد طوری که من میخوام. تموم شد. روز اول نور، روز دوم عوض جدایی، روز سوم گرختا، چهارم چی بود؟ منورا در آسمان ستاره ها، پنجم ماهی بود و پرندگان، و ششم هم آدم و حیوانات. میگه اشه میتونه چنین کار میتونست بکنه الا به خاطر اگه اشه میگه چی بینید من این دنیا من چند مرم ده بار امر کرد، یعنی من زحمت کشیدم، زحمت کشیدم آمدم برای هر چیزی هر مخلوقاتی یه امری آورده، یه امری آورده به خاطر که حیوانا به دنیا بیان. و تو با امرت گزو که اگه بیای با امرت چیکار بکنی، بیای خیر خلاف انجام بدی، انرژی منفی میاری در دنیا و چیکار می‌کنی؟ باعث میشی که چیکار کنی؟ که یه بلای سر طوفان بیاد، یه بلای سر پرنده ها بیاد، یه بلای سر درخت ها بیاد، چیکار بشه؟ پس بنابراین تمام وقایعی که اتفاق در دنیا به خاطر چیه؟ به خاطر امر هشم. هشم توش دخالت داره، خاص هشم بوده، تمام اینا علکی نیستش. تورنادوهایی که میاد چه میدونم اینجا میاد اتفاق میفته، نمیاد. سیلایی که میادش اتفاق که میاد، اینا چه میکنه؟ میگه ما به خاطر امر هشم هستن. بعد دفعه چون میگه، میگه تو نوعی اگر بیای کار خلاف بکنی با امرت، بیای باشون را بگی بدی بکنی، بدون که چه میکنی که باعث میشه که چه کنی که سیلا میاد اتفاقات ناگوار پیش بیاد و تو مسئول هستی. تو چه کنی؟ میتونی درخت از بین بره. من یه امرو گفتم که درخت به دنیا بیاد، از این بطور یه برای سر ایوانا بیاد، تو مسئول هستی که چیز میشن، انسان ها کشته بشن. میگه تو مسئول هستی که چه کنی که باشه که انرژی منفی در دنیا بیاد و یه گزرا ساده بشه، ساده بشه از طرف شما. و فرکس هم وجود بریتین ساخات اول صدیقی اشان موز خوب میده به کسی که صدیق هستن که رعایت میکنن. اگه با امرشون به اصلاح چه میکنن؟ تورا میخونن، تعلیم میخونن، تفیلا میخونن و چه میکنن؟ چه باعثن که دونه استوار باشه که آفرش با ده تا امر. پس آبا این سویسی که امرش عرف ما چقدر مهمه، چقدر مهمه است. با امر دنیا آفرده شده، با امرم دنیا ثبات داره. امر چه اشم واگذار کرده به ما انسان ها که اگر امر هر کلامتون استفاده کنیم مای مثبت، اوکی، و عبیتون برای خواهی میدیم. اگر استفاده کنیم برای رای منفی خست شالوم چه هم کنیم؟ میگه که چی شما مجازات میشین. سویسی که چقدر کلام چقدر مهمه، کلام بودن که تنها فرق ما با حیوانات همون کلامه دیگه. دست هایی سیده میفهمیم حیوان ها به بس بسیاری که ما چنستیم، ما به هم که فهم میگن ما یه حیوان هستیم ولی کلام میکنیم و ما چیز اینتلیجنس داریم، هرچه ما عقل و شعور داده که چه کنیم که از اون استفادهش بکنیم برای مثبت. نباید جلسه بگیرن برای کارهای منفی انجام بدن، جلسه برای خوبی، برای چیز باشه، برای خیرخواهی باشه، برای نیکوکاری باشه، خوبی باشه. و میگه که اگر بیان که جلسه اگه کلام دارید استفاده میکنید برای امر بد و چه میکنید؟ باعث میگه غضب هشم میشه که یه ذرا وارد بشه. اصلا دروت می آدم بعد نوح، ده تا جنریشن از بودن، ده تا دوره بودن از آدم تا نوح که چه میکنه؟ بچه میگه ایش کاری نکرد، فعلا صبر کرد، صبر کرد. شاید بچه هاشون، شاید نوه هاشون، شاید نتیجه هاشون که ندی امیدی نیست. متاسفانه از دوره انوش نوه آدم آریشون آرده چه میکنه؟ ملت شروع کردن در محارنبا میفهمد که پایه عوادزارا رو بذارم. و چرا؟
چرا پای عبادت زاده اومدن گذاشتن؟ به خاطر اینکه به خاطر من بعد چوری بود عبود دوزارا میگه به همه چوری که اصلا اومدن گفتن که خدا از ما خیلی بدر خیلی دوره خیلی دوره بله ما نمیتونیم باش ریلیت بکنیم حتی باش ریلیت بکنیم بعد اقلا یه چیزی که میبینیم درکش بکنیم و بعد با اون بکنیم بزنیم واسطه بین ما برای اون میاریم او چه تو آن خوش خورشی تو برو برای ما دعا بخون یا مزالوت مزالوتی که اصلا مثلا که اصلا وجود که تاثیر دارن از الهه بره مثلا مصریا به بره تعظیم میکردن بره عبادتشون عوضا بود و چکار میکنه و اینا به مورد زمان چطور شد دیگه اون فکر اولی که اینا فقط واسطه اصلا میره کنند اینا فکرن که اینا دیگه بت هست اینا دیگه خودشون یه قدرتی هستن و ما که در تا به بت میگه الوهیم اخریم یعنی خدایی که دیگران ساختنش اونا اومدن بتش رو کردن اینو بتش کردن میگه چه کن میگه شون تعظیم نکن و میگه که نشون میده که اگه میگه که اشیم سب کرد یک جنریشن دو تا جنریشن خلاصه ده که نه که نشون میده چقدر اشیم پروسل هستن تمام دورا اشیم اصابانه میکرد میرفتن با این عوضازاله که میپرسیدن تا که برای خرشیم تصمیم که جنب که دنیای خیلی بدی هستش و همینه که موقعی که به صلاح خدا تو کار نباشه به مرور زمان چطور میشه همه چی به فساد کشیده میشه به کوراپشن فارسی هم چی میشه به صورت چیز فساد کشیده میشه همون که در پیدا میکنیم که در دوره طوفان نوح میفهمه که چی میفهمه تیمال آیس خاماست بله میگه چی میگه دنیا پر از ظلم شده بود دیگه شما که خدا در کار نباشه یواش یواش هم میکنه بی حسابی هرج و مرج میاد تو در کار و عشنگ گفت که چی قیز کل باسا با لفانه تو نوح میگه آخر عاقبت تا انسان باید دلیل من که من بچه کنم باید تصمیم بگم برای چه کار باید بکنم با انسان ها و نتیجه ای شد که باید دنیا باید حساب به زیر میقوه بره برمی میقوه بره پس آبای طوفان که اومدن اصطلاح بردن میخوه پاک کردن و حتی اگه ما میگرد تا چندین سه تفخ از خاک اعلای درجه که هم از بین رفت یعنی اگر واقعا خاکا بود الان میوه خیلی درشتر و خوشمزدتر و چیستی بودن اصطلاح بزرگتر بودن ولی به خاطر این چون که اصطلاح اینقدر ظلم شده بود ناراحتی نشده بود از چوش اصفین اینا رو شست خاکا رو شست و دنیا هم چرا که نابود کرد گفت با چه هم کنند دوباره رو سر ریست دوباره دنیا از با نوح با سه برخوا بچهاش با خانماشون دنیا رو از هشت برخوا دوباره دنیا شروع شدن و کشم کمک هم بکنم بینیم سر علاقه های یوم توف پس میسفرس کردم چکار کنم میسفرس هم گفت میکردم کردم بره میقوه آدینه یوم توف از این شب از اصل جمعه میسفرسش میکسی که نمتونه بره میقوه بره تو استخ بسکری یه جایی که استخ هستن اقلا نیاسه شده و میگه که چی میگه که استخ چقدر باید به سر این حجم داشته باشه تو این استخ هرچی هست میگه از آن که 300 لیتر آب باشه دین سر اون استخ داره یه جکوزی فکر کنم داره نه 300 لیتر یه جکوزی 300 لیتر هست جکوزی اوکی پس من میان کردم فقط تو جکوزی هم بره مثلا میان رفتید رفتی جایی میخوه نبود به تو جکوزی هم یه چیز فنگ همین میتونه کلش بکنه تو فقط کلش بکنه تو دزه مده فرق هم کنه فقط بعدم نه نه که افته نه 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 it's not true نه 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 شما موقعی که میاد پایین سرتون میاد پایین پاتون چیزه پاتون زمین چیره معلقی نه یه ثانیه نه نه لازم نیست وانس که شما پاتون چیزی که داری شما صحبت میکنید مثلا داری صحبت میکنید مثلا دستش گرفته میخوه و ظرفا و مثلا اون جای دست وانس که دستتون خیس باشه میگه مثلا نیست اینجا وانس که پاتون بره تو آب دیگه مسئله حله دیگه پاتون کسی خیس بشه تموم شده سو پس آدم میگه که اگر رفتید مثلا رفتید توی کمپ پیشنه نه آجا اجا رفتید شباتون هم تو جکوزی هم که بره استخ هم لازم جکوزی هم که آدم بره باید میسفر بسفر نبته نیه جکوزی برای خانوم ها خوب نیست شونو در چیزی که باید روشن نباشه اینجا
فرق نمیکنه. آب بگرده میشه؟ بله آب بگرده آب. نمیشه دیگه. موقعی آب میچرخه موقع؟ آره جاکوزی گرده وقتی روشنه آبش میگرده. آه اوکی. باید خاموش باشه. میخوه همینجوره بعد باید خاموش بشه. میخوه هم باید خاموش بشه آره. نه این البته یه بحثی وجود داره که اگر برای خراست میگه اگر الان آبی که توش هستش 300 لیتر باشه قول خود میخوه آیا قبوله یا نه؟ اوکی یارا بهتره که حالا با امید هاشون صحبه میکنید در مورد دریا هست موقع نداری آپشن دیگه نداری آپشن دیگه ندار نه 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 اون فقط به خاطر تفانه ازا سفر بود نه بعد میگه که اگر آدم جم جکوزی استخر نداره آپشن سوم برای آقایون یه که نو قو آب چقدر میشه 12.5 لیتر نوشته میچار کنه بعد هم چار کنه همچوری آبه البته بستگی داره چقدر جریان شدید باشه جریان اول 12.5 لیتر میشه تقریبا 3 گالون داره 3 گالون میشه تقریبا 3 گالون خورده میگه که آب بذار خودش بیزد نیت بکنه برای پاکی بچه ها میکنه اینجوری هم بازم قبوله فرق نمیکنه میخواد آدینه یوم تو باشه یا آدینه یا عصر جمعه یا جمعه هم سره نه میگه میسفاست کردم چه کنه میخوه اینا که میره از زور به بعد باشه اون موقع اصلا که قدوش های یوم تو قدوش های شبات شروع میشه زور به بعد دسته بید خب اگرم اگه کسی نمیتونه صبح هم بره بازم قبوله میسفاست هر کسی که چه کنه اصلاح بکنه ناخونش رو بچینه اوکی آدینه یوم تو یا اگه میگم دست جمعه یا قیده وجود داره که نخونه دست پا یه روز نگیره ولی خب زیاد تاکیدی ما نداریم و میگه اسلام از ذره قبل آدم بهتره که قبل از زور باشه قبل از خسود زور شهره که مثلا طرف های ساعت 1 هستش اوکی